سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. کاترین رضایان هستم، کارشناس مامایی. امروز میخوایم در مورد یه مبحثی صحبت کنیم که این روزا ذهن خانم‌ها رو خیلی درگیر به خودش کرده و در این مورد سوالات خیلی زیادی مطرح میشه و اون مبحثی نیست جز عمل لابیاپلاستی. اگر بخوایم در مورد ساختار کلی این عمل جراحی صحبت کنیم، در حقیقت باید بگیم که اندام تناسلی خانم‌ها شامل دو بخش، یعنی لابیاهای ماژور یا لب‌های بزرگ و لابیاهای مینور یا همون لب‌های کوچک هستش، که در این اختلال لابیاهای مینور یا همون لب‌های کوچک به علت بیرون زدگی و سایز بزرگی که دارن باعث میشه که یه بیرون زدگی داشته باشه و روی لب‌های ماژور یا همون لب‌های بزرگ رو بپوشونه و جراح با توجه به این اتفاقی که میفته یک قسمتی از لابیاهای مینور رو برش میزنه و باعث میشه که این تفاوت سایز خیلی احساس نشه. بیشتر میتونیم بگیم که توی عمل لابیاپلاستی بعد روانی فرد مراجعه کننده مطرح هستش و به این دلیل هست که بیشتر رو میاره و در واقع سوق پیدا میکنه به عمل لابیاپلاستی. یک سری از افراد هستن که به علت بارداری یا چاقی یا به علت افزایش سنشون بافت کلاژن بدنشون حالت شل شدگی داره و این شل شدگی باعث میشه که خب ناحیه تناسلی بیشتر دچار عفونت‌های مکرر بشه و همین عفونت‌های مکرر زندگی در واقع روزمره‌شون رو دچار مشکل کرده. پس میتونیم بگیم که افرادی که این در واقع مشکل رو هم دارن به سمت این جراحی لابیاپلاستی از لحاظ ذهنی کشیده میشن که من حالا نیاز دارم که این عمل جراحی رو انجام بدم. یک سری دیگه از افراد هستن که به علت شل شدن مدخل واژنشون هنگام رابطه جنسی، دخول یا به اصطلاح اینترکورس دچار مشکل میشن و میل جنسیشون کاهش پیدا میکنه. این افراد رو هم میتونیم بگیم که بیشتر سمت در واقع سوق پیدا میکنن به سمت عمل جراحی لابیاپلاستی. در حقیقت میتونیم بگیم که جراحی لابیاپلاستی جراحی حساسی هست و اگر خب به خوبی جراحی صورت نگیره میتونه عواقب جبران ناپذیری رو روی قسمت‌های از ناحیه تناسلی به خصوص قسمت‌هایی که با مستقیما با رابطه جنسی در ارتباط هستن مثل ناحیه کلیتوریس درگیر خودش کنه و دچار آسیب زدن به بافت‌های اعصاب در واقع ناحیه کلیتوریس بشه. پس در واقع پیشنهاد ما این هستش که شما اگر واقعا ذهنیتتون به این سمت کشیده میشه که من حتما باید این جراحی رو انجام بدم، سعی کنید حد الامکان نزد پزشک مورد اعتماد مراجعه کنید. خیلی از افراد سوال میپرسن که آیا این عمل برگشت پذیره، یعنی امکان داره که من عمل جراحی لابیاپلاستی رو انجام بدم طی چند سال آینده این عمل دوباره در واقع ظاهر اندام تناسلی به حالت اولیه خودش برگرده؟ در حقیقت در پاسخ به این سوال باید بگیم که خیر، عمل جراحی لابیاپلاستی عمل برگشت پذیر نیست. اگر در تبلیغات لابیاپلاستی شما دقت کرده باشید، خیلی جاها نوشته شده که لابیاپلاستی باعث افزایش میل جنسی میشه. در حقیقت باید بگم که این جمله اشتباهه، یعنی لابیاپلاستی باعث افزایش میل جنسی نمیشه. اگر بخوایم این مسئله رو به صورت کلی‌تر توضیح بدیم، باید بگیم که ارگاسم خانم‌ها به دلایل در واقع به عوامل مختلفی بستگی داره و یکی از اون عوامل میتونه در واقع افزایش اعتماد به نفس در خانم ها باشه، یعنی خانمی که اعتماد به نفس بالایی داره میتونه خب رابطه جنسی موفق تری هم داشته باشه. در پایان صحبتام باید به شما عزیزان بگم که این جراحی بیشتر جنبه زیبایی داره و از لحاظ جسمی شما دچار مشکل نیستید.